درود و وقت به خیر به مجموعه خبری ساعت شش هزار ورد با من ریحانه رابی و همکارم لالا رحمانی خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها جبهه مقاومت ملی سه عضو استخبارات طالبان در یک حمله در تخار کشته شدند. سفر هیئت جبهه مقاومت ملی بدون اشراک احمد مسعود به آمریکا. حادثه ترافیکی در بغلان جان سه نفر را گرفت. ای طالبان مبنی بر نام حزب این گروه از فهرست گروه های تروریستی توسط کشور قرقزستان طالبان به خبرنگاران در پکتیا از انکاس اقدامات منفی ما به جهان خودداری کنید نشدن منشور جبهه آزادی افغانستان اعتراض صرافان هرات و هزینه های سنگین مجوز صرافی و سازمان ملل میگوید که دایش از جنگجویانش در افغانستان خواسته تا به کشورهای دیگر حمله کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که در حمله نیروهایش در شهر طالقان مرکز ولایت تخار سه عضو استخبارات طالبان کشته شدند و یک عضو دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه با نشر اعلامیه گفته است که این حمله حوالی ساعت چهار عصر دیروز چهارشنبه چهارده سنبله در بندر کابل شهر طالقان انجام شده است جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که در این حمله موتر حامل نیروهای استخبارات طالبان نیز تخریب شده است این جبهه گفته است که در این حمله به نیروهایش آسیبی نرسیده است مسئولان محلی طالبان در تخار تا کنون در مورد این حمله اظهار نظر نکردهاند مقاومت ملی افغانستان پیش از این نیز بارها از حملات علیه طالبان در تخار خبر داده است. هیئت جبهه مقاومت ملی بدون احمد مسعود به آمریکا می رود. جبهه مقاومت ملی میگوید که هیئتی از این جبهه برای گفتگو با مایکل مککال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به واشنگتن میرود این جبهه شب گذشته چهار شنبه چهارده سنبله با نشر اعلامیه گفته است که از دعوت و تعامل پایدار کنگره ایالات متحده آمریکا با جبهه و مردم افغانستان ابراز امتنان می کند. و از هر گفتگویی که به گذار از بحران کنونی کشور کمک کند حمایت می نماید. در این اعلامیه آمده است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هیئتی را به نمایندگی از جبهه به واشنگتن اعزام می کند. اما خود او با مکال گفتگوی مجازی خواهد داشت. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که توقع می رود که این گفتگو آغاز روندی تازه از گفتگوهای معنادار میان کنگره ایالات متحده آمریکا و نمایندگان مشروع مردم افغانستان باشد. حادثه ترافیکی در بغلان جان سه نفر را گرفت. فرماندهی امنیه طالبان در بغلان می گوید که بر اثر وقوع یک حادثه ترافیکی در ولسوالی فرنگ این ولایت سه نفر جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شده است. در اعلامیه فرماندهی امنیه طالبان در بغلان آمده است که این حادثه روز چهارشنبه چارده سنبله در مسیر کوتل ورسوج ولسوالی فرنگ رخ داده است. این فرماندهی افزوده است که در این حادثه یک موتر نوع پاسو از جاده منحریف و واژگون شده است. فرماندهی امنیه ی طالبان در بغلان علت وقوع این حادثه را توضیح نداده است. حادثه ترافیکی در بغلان جان ششتن را گرفت. حوادث ترافیکی در بغلان و بامیان جان هشت نفر دیگر را گرفت حوادث ترافیکی در بغلان و بامیان جان شش نفر را گرفت این در حالی است که امروز یک حادثه ترافیکی دیگر در ولایت ننگرهار جان پنج عضو یک خانواده را گرفت حوادث ترافیکی سالانه جان صدها نفر را در افغانستان میگیرد و صدها زخمی بر جای میگذارد علت وقوع اکثر این حوادث به احتیاطی رانندگان خرابی جاده ها و نبود علایم ترافیکی گفته می شود وزارت خارجه طالبان از حذف نام این گروه از فهرست گروه های تروریستی در کشور قرقزستان خبر داده است عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز پنجشنبه پانزه سنبوله با نشر اعلامیه در اکس گفته است که طالبان این تصمیم را یک گام قابل ستایش می دانند و از آن استقبال می کنند. و افزوده است که این اقدام نشان دهنده درک سیاسی منطقه و جهان در مورد طالبان و به معنای برداشتن موانع در برابر تقویت روابط میان این گروه و کشورهای دیگر است. پیش از این قزاقستان نیز اعلام کرده بود که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده است. ریاست های اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پکتیا طی نشستی به مسئولان رسانه ها و خبرنگاران این ولایت هشدار داده است که از انعکاس اقدامات منفی این گروه به جهانیان خودداری کنند. منابع گفتند که مسئولان این دو اداره محلی طالبان روز چهارشنبه چارده سنبله به خبرنگاران محلی و ملی در این ولایت دستور دادند که تصویر مثبت از این گروه به جهان ارائه کنند. آنان از مسئولان رسانه ها خواستند که برنامه های خود را طبق میل طالبان تهیه کنند. در این نشست مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پکتیا به رسانه ها دستور دادند که از قانون امر به معروف این گروه حمایت و مردم را نیز برای پابندی به این قانون ترغیب کنند. طالبان همچنان از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در جنگ فکری طالبان را همکاری کنند و برای حمایت از این نظام برنامه های خود را افزایش دهند. پس از تسلد دوباره طالبان بر افغانستان، رسانه ها و خبرنگاران با محدودیت های شدیدی از سوی این گروه روبرو شدند. درست پیش نیز، طالبان در خوست از رسانه ها خواسته بودند که تصاویر مثبت این گروه را به جهانیان منعکس کنند. جبهه آزادی افغانستان از نهایی سازی و نشر منشور آزادی افغانستان خبر داده است. این جبهه روز پنجشنبه پانزه سنبوله با نشر ای در صفحه اجتماعی اکس نگاشته که پس از سه سال کار روی پیشنویس منشور آزادی افغانستان این منشور اکنون نهایی و نشده است در این بیانیه آمده است پس از رایزنی های گسترده با طیف های مختلف جامعه پیشنویس منشور مبارزاتی جبهه آزادی تهیه شده و اینک جهت دسترسی مردم شریف میهن ما آماده نشر گردیده است بر اساس بیانیه در این منشور روایت سیاسی و دورنمای مبارزاتی این جبهه تا آزادی افغانستان و فرایند پس از آن مبتنی بر رأی و اراده شهروندان کشور ترسیم شده است به گفته جبهه آزادی این جبهه از زمان تأسیس در مای حود 1400 خورشیدی مبارزه خود را برای آزادی کشور از سلطه سیاه و قاسبانه طالبان آغاز کرده است. در بیانیه تصریح شده که این منشور به زبانهای فارسی، پشتو، ازبکی و انگلیسی در وبسایت جبهه آزادی نشده است. گفتنی است که این جبهه طی سه سال گذشته حملات متعددی را بر طالبان انجام داده است. صرافان هرات بامداد روز پنج شنبه در اعتراض به هزینه های سنگین مجوز صرافی در مقابل دفتر والی طالبان تجمع کردند. این صرافان اعلام کردند که طالبان از آنها 3 میلیون افغانی برای دریافت جواز و 6 میلیون افغانی به عنوان زمانت درخواست کرده است. گروهی از صرافان هرات روز پنجشنبه 15 سنبله در اعتراض به افزایش هزینه های مجوز صرافی و زمانت بانکی در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تجمع کردند. این صرافان میگویند که طالبان هزینه مجموعی مجوز صرافی و زمانت بانکی را به 9 میلیون افغانی افزایش دادند. صرافان معترض در هرات خاطر نشان کردند که ذخایر ارز افغانی در بانکهای های دولتی تحت کنترل طالبان خالی است و این گروه قصد دارد با جمعآوری پول هنگفت به عنوان هزینه و زمانت مجوز صرافی ذخایر نقدی این بانکها ها را تقویت کنند آنها همچنین میگویند که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بسیاری از شهروندان پلهای خود را از بانک های دولتی تحت کنترل این گروه خارج کرده و برخی از آنها پلهای خود را به صرافان سپردند به گفته این صرافان طالبان با افزایش هزینه های صرافی تلاش دارند پلهای مردم را با این ترفند دوباره به ذخایر نقدی بانک ها برگرداند و دبیر کل سازمان ملل در جدیدترین گزارش به شورای امنیت درباره افزایش تهدیدات فرامرزی شاخه خراسان داعش در افغانستان هشدار داده است این سازمان به نقل از چند کشور نوشت که داعش به جنگجویانش در افغانستان دستور داده تا در کشورهای دیگر حملاتی انجام دهند این هشدار در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت درباره تهدید داعش برای امنیت بین المللی داده شده است در گزارش گوتریش افغانستان از پایگاه های خطرناک داعش خراسان برای حمله به اروپا و کشورهای منطقه توصیف شده است در گزارش آمده در پی حملات تروریستی در کرمان ایران در 3 جنوری و در مسکو در 22 مارچ تهدید تروریستی ناشی از گروه های مختلف مستقر در افغانستان نگرانی های کشورهای عضو را افزایش داده است گزارش کشورهای عضو حاکی از آن است که داعش به عوامل خود در افغانستان و کشورهای همسایه دستور داده است که حملاتی را در خارج از کشور انجام دهند و از جوامع مهاجر افغان واسیای مرکزی برای حملات لجستیکی، مالی و عملیاتی بهره برداری کنند. در گزارش آمده که به رغم انهدام چندین هسته شاخه خراسان داعش در اروپا، پشتبانی لجستیکی و مالی همچنان بر عواملی که از افغانستان و آسیای مرکزی به اروپا می آیند فراهم است. اطلاعات استخباراتی کشورهای عضو که نامی از آنان در گزارش دبیر کل نیامده نشان می دهد که دایش خراسان و کمک شبکه هایش بین افغانستان و ترکیه قادر به انتقال عواملش از آسیای مرکزی و افغانستان به سمت اروپا برای انجام عملیات هاست. در گزارش گفته شده که دایش خراسان به دنبال جذب مهاجران افغان در اروپا است. در همین حال کمیته فنی نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در سی و چارمین گزارش خود درباره داعش، القاعده و طالبان پاکستانی هشدار مشابه داده است.